خطرها که به روستاها میرن اینا رو فله ای میارن جمع میکنن، به قولی میشه گفت فریبشون میشن با شکلات یه چیزی. کامل احمدی 51 شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی، مناطق استان کردشین استان آذربایجان غربی. بعد اینا رو جمع میکنن توی یه خونه و به شکل فله اینا رو خطه میکنن. عمل خطه عمل خیلی سریعی هست، خیلی بهداشتی نیست، با تیغ ریشتراشی مردانه معمولا انجام میشه. لیسانس در حقوق انتشارات و چاپ دارم، فوق لیسانس هم رو در مردم شناسی اجتماعی با تاکید بر آسیب ها گرفتم. دورای تخصص روش تحقیق و کار میدانی رو به اضافه مطالعات خاورمیانه و سیاست در خاورمیانه رو گذروندم. کشور انگلستان عمدتاً کیسا و نمونه‌های متعددی از خانمایی رو داریم که در دوران بچگی ختنه در موردش رو انجام شده، بعد که بزرگتر شدن در مورد مضراتش فهمیدن. بخش اول رو ما اختصاص دادیم به شروع با یه بیوگرافی از خود بنده و بعد خب قاعدتاً کار اصلی که در مورد ختنه زنان در چهار استان ایران انجام شد. جناب کامل احمدی، بسیار خوش آمدید به مجموعه خرد جنسی. متشکرم، روز شما بخیر. اگر موافقید از اسم شما شروع بکنیم که برای من اولین بار خیلی اسم متفاوتی به نظر رسید. کامل یعنی چی؟ در حقیقت کامل رو اگر بخواید بنویسید به فارسی یا به عربی کامل هست. کامل، بله، یه ریشه عربی داره مثل خیلی از اسمایی که در دههای 50 و 60 خیلی رایج بوده. کامل گذاشتن اسمم رو، اگرچه در شناسنامه اسم دیگری دارم که اصلا ازش استفاده نمیشه. و از اونجایی که خب من از کردستان، از خطه کردستان هستم، از آذربایجان غربی، اونجا اسم کامل در حقیقت یه تلفظ کردی هم میخوره، میشه کامیلی و یه دو نقطه نوشته میشه. به نسبت حالا من هویتی که از اسم کامل گرفتم در تمام زندگیم و با وجود اینکه سعی کردم که این اسم رو تغییر بدم با اسمی که توی شناسنامه هست که کاملا مذهبی هست، به دلیل مقاومتی که به قولی میشه گفت ثبت احوال در تغییر اسمم انجام داد، من هم اسم کامل رو دیگه برای تمام کارهام دارم به کار میبرم. فکر میکنم نقطه عطف خوبی باشه همین موضوع که ببینیم شما به عنوان کسی که در حوزه علوم اجتماعی تحصیل کردید و خب اصالتاً هم کرد هستید، این دو چه ارتباطی با هم دیگه ممکن بود پیدا بکنه و شاید گشایش و اوپنینگ خوبی بشه برای اینکه ببینیم چی شد اصلا شما ورود کردید به حوزه تحقیقات در مورد زیست جنسی. من اعتقاد دارم واقعاً تجربه زیسته ما، جغرافیایی که بهش متعلق هستید و در کل تجربیاتی که شما در طول زندگی خواه خوب یا بد، حرفه شما رو، دیدگاه شما رو، ذهنیت شما رو واقعا شیپ میده. خب ببینید، من در جایی متولد شدم که در شهری متولد شدم، نقده در استان آذربایجان غربی، که تقریبا میشه گفت نصف کرد و نصف ترک بودم. یعنی از همون ابتدای کودکی که خاطرم هست، زبان کردی رو به تبع در میان خانواده‌ام یاد گرفتم و موقعی که ما به کوچه می‌رفتیم برای بازی که خیلی معمول بود، نه مثل الان که هم زندگی آپارتمانی شده، زبان ترکی رو یاد گرفتم، چون با همسایه‌هامون که ترک بودن، با دوستای همکلاسیمون که ترک بودن، از همون ابتدا بعد از زبان کردی من ترکی رو یاد گرفتم. یعنی با فرهنگ دیگری هم اونجا به تبع اون جغرافیایی که وجود داشت آشنا شدم. خب به مهد کودک راه پیدا کردم و به مدرسه که رفتم زبان فارسی رو حال با ناگزیر به طبق سیستم آموزشی کشور اونجا یاد گرفتم. چیزی که من الان که دارم بهش نگاه میکنم، میگم در 4-5 ساله اول زندگی 3 زبان رو یاد گرفتم و خب بخشش جبر جغرافیایی بود و بخشش هم نظام آموزش و پرورش، که نظام آموزش و پرورش همچنان هم به همین شکل راه خودش رو میره که
قطعا اشکالات و انتقادات زیادی هم بر نبود زبان مادری در سیستم آموزش پرورش ما همچنین موجوده. حال اینکه اونجایی که من داشتم بزرگ می‌شدم، زندگی می‌کردم، دوم راهنمای اول راهنمایی بود که انقلاب به قولی میشه گفت صورت گرفت. مناطق کردستانات، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، غرب کشور دستخوش تحولات خیلی شگرفی شد. مثل همه جای ایران که انقلاب اتفاق افتاد، ما یک انقلاب دیگه ای هم اونجا داشتیم. چه انقلابی؟ جنگ های داخلی. ما اونجا مواجه شدیم با یک حجمه بسیار شدیدی از جنگ های داخلی. که جنگ های داخلی بین کیا بود؟ احزاب مسلح کردی بود و در اصل اوایل انقلاب با به قولی میشه گفت نیروهای امنیتی که همچنان هم واقعا هم شکل نگرفته بود. ما درگیری هایی رو توی منطقه داشتیم و این درگیری ها و این ناآرامی ها باعث بر یک جنگ داخلی چندین ساله شد. حال ما در اول انقلاب، سال بعد از انقلاب، از نقده آواره شدیم. بیشتر جمعیت کردنشین اون شهر به بیرون از شهر رفت، توی شهرها و روستاها پراکنده شد و من بخشی از سیستم و نظام آموزشی رو دوباره اونجا تغییر پیدا کرد. یعنی به نسبت فراخور منطقه‌ای که بود و تحت سلطه و تحت قلمرو نیروهای کردستانی بود، اونجا برای مدت چند سالی هم به ناگزیر ما جدا از این که مرتبی مستی جا عوض میکردیم، فرهنگ‌های مختلف میرفتیم، مکان‌های جغرافیایی مختلفی رو تغییر میدادیم و دوباره برگشتیم دوباره به همین سیستم آموزش و پرورش سراسری و خب این ما رو رسون به زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد و دوباره به قولی میشه گفت یک جنگ دیگری از اونجایی که خیلی هم رو به مرز نزدیک. همه کودکی شما در جنگ گذشت. در جنگ و بحران. آره بخش زیادیش واقعا. یعنی یه جاهایی اتفاق میافتاد که ما از دو سه سو جنگ داشتیم. جنگ هایی در داخل خود ایران، در مرز ایران، حملات هوایی که مرتب و مکرران اتفاق میافتاد توی منطقه و به خاطر این حملات هوایی هم ما مرتب شهر عوض میکردیم. نظام های آموزشی عوض میشد. ما بعضی موقع زیر چادر، بعضی موقع چه میدونم توی روستاهای مساجد امتحان میدادیم، کلاس میرفتیم نمیرفتیم. این تقریبا میشه گفت اوایل زندگی بنده بود که توی این منطقه ما در حال رفت و آمد، در حال فرار، در حال آوارگی و در این حال ادامه تحصیل بودیم. چون این رو در این دو تا چیز رو موقعی که در کنار هم دیگه قرار میدید، الان که دارم بهش برمیگردم میگم واقعا چه شرایطی ما درس خوندیم. پرانتز باز بکنیم، چی شد شما اصلا از آفریقا سر در آوردید؟ خب ببینید در کلیاتش من تا دوم راهنمایی در ایران تحصیل کردم و بعد ترک تحصیل کردم. یه بخشی از این ترک تحصیل به خاطر عدم رغبت خودم به تحصیل بود اصلا در کل. من و یادم هست که به شدت مقاومت میکردم در برابر سیستم آموزشی. به مدرسه نرفتم با وجود اصراری که وجود داشت در خانواده‌ام. من این رو نپذیرفتم و کلا ترک تحصیل کردم. ترک تحصیل من زمانی اتفاق افتاد که دوران بلوغ نوجوانیم بود. بسیار علاقه‌مند بودم به مطالعاتی که من اصلاً درسی نبود. این چقدر طول کشید؟ چقدر زمان بردیم؟ تقریبا به حدود 5 سال. من 5 سال تقریبا میشه گفت خودم رو به قولی میشه گفت آموزش دادم با آن چیزی که با آن مکتبی که با آن علمی و به قولی میشه گفت حوزه علاقهی که بهش احساس کردم که وابستگی دارم، احساس کردم که واقعا بیشتر باهاش معلوس هستم. خب این ارتباطش با آفریقا چی شد؟ این ارتباطش با آفریقا برمیگرده بعد از اون که من از ایران خارج شدم برای ادامه تحصیل. دقیقاً کی؟ چند سالتون بود؟ من سال آخر دبیرستانم رو اونجا گذروندم. اینجا؟ اونجا. اونجا. بله.
پیش دانشگاهی رو 2 سال گذروندم و بعد وارد دانشگاه شدم. این در حقیقت من دیپلمم رو از اونجا گرفتم. دقیقاً از کجا؟ از انگلیس، در کشور انگلیس. بعد چی شد که شما رفتید انگلیس؟ نباید بدون اینا رو؟ چرا؟ نه، من به خاطر علاقه واقعا شدید و وافری که به رمان‌های انگلیسی داشتم از ابتدا، زمانی که خیلی بچه بودم. از کی کتاب می‌خوندید؟ از جک لندن مثلا کتاب می‌خوندم. همیشه این به قولی میشه گفت تصویر نه اون تصویر مهالود رودخانه تایمز با اون چراغ‌های نفتیش، به قولی اون زندگی که ترسیم میشد، توصیف میشد تو این داستان. و من نگاه میکردم چقدر زندگی متفاوتی هست، نوع نگاهی که وجود داره. و یادم میاد دوران اوایل نوجوانیم جلوی آینه وای میستادم و با یه زبانی که احساس میکردم انگلیسی هست به خودم صحبت میکردم، بلغور میکردم. و بعدها که خب به قولی میشه گفت این مطالعات به جایی رسید که سعی کردم که انگلیسی هم یاد بگیرم، معلم خصوصی گرفتم. یادم میاد که معلمش هم معلم اول دوم راهنمایی خودم بود و یواش یواش شروع کردم به یادگیری زبان انگلیسی. یعنی اون علاقه ای که به قولی میشه گفت به انگلیس در اون قالب رومانی و داستانش و زبان انگلیسی داشتم، واقعا شما رو برد، ما رو برد. ولی خب بعدا که بزرگتر شدم و هم سن و سالای خودم رو دیدم که خب دارن یواش یواش آماده میشن برای دانشگاه و من در خونه دارم مطالعه میکنم و با پدرم دارم میام و میرم و وارد کاروبار و تجارت خون شدم، واقعا احساس میکردم که همیشه این حس پشیمانی رو داشتم که چقدر این روحیه آنارشیست به شما نمیاد. آره یه خود تغییر کرده، بزرگتر که شدیم خود تغییر کرده. و خب این باعث بر این شد در نهایت به انگلیس برم، ادامه تحصیل بدم. یعنی اون تقریبا میشه گفت خلع و گپی که وجود داشت رو، هرچند من هنوز هم بعضی موقع بعضی از اصول خیلی علوم خیلی پایه دوران دبیرستان رو نمیدونم، چون هرگز نگذروندمشون. خیلی از چه میدونم چیزای رایجی مثلا ریاضی، هندسی، شیمی اصلا نخوندم اینا رو من. و خب وارد دوره پیش دانشگاهی و بعد دانشگاهی شدم. و آفریقا از کجا میاد؟ این از زمانی میاد که دوره لیسانس و فوق لیسانس هم رو که داشتم میگذروندم، یه سیستمی که رایج بود، الان هم هست البته خیلی کمتر شده، به اسم گپ ایر استادی، یعنی سال فاصله که شما میتونید داشته باشید، یک سال فاصله رو در میان رشته و شما رو با دانش آموزان دیگری عوض میکنن، اکسچنج میکنن. شما با اونجا میرید، اونه به کشور شما میان و شما میتونید تحت پوشش سازمانی که دانشگاه شما باش توافق میکنه برید اونجا و کار کنید. به نوعی یه حالت طرح داره، طرح کار که معمولا اینجا خیلی برای مددکارا مثلا میبینید رایج هست. من اولین دفعاتی که به این طرح وارد شدم از کشورهای اروپایی بود، یعنی برای مدتی مثلا 2 ماه 3 ماه میرفتم. پروژه هایی داشتم از قبیل این که مثلا خونه میساختم توی روستایی که فقیر نشین بود یا چه میدونم زکشی رودخانه بود. به عنوان یک کیس مطالعاتی رفتید آفریقا یا نه به عنوان یک کنشگر که رفته بودید برای بهبود زندگی مردم آفریقا تلاش بکنید؟ نه، در چارچوب به قولی میشه گفت طرح دانشگاهی بود، برای مطالعه بود، برای یادگیری بود توی اون فنون یا درس یا واحدی که به قولی میشه گفت ما میگذروندیم. ولی بعدها از فرط علاقهی که به اون سرزمین پیدا کردم، من رسیدم به جایی که احساس کردم واقعا میتونم بیشتر بمونم و وارد خب کارهای خیریه‌ای که وجود داشت و به شدت هم نیاز بود و همچنان هم هست اون منطقه. بعد وارد دیگه حیطه آموزش و پرورش شدم. از اون جایی هم که ما یکی از اونجا می اومدیم، ما معمولا از اروپا می اومدیم، خود تسلط داشتیم به زبان انگلیسی، خیلی ازش استفاده می کردم برای آموزش معلمینشون، برای کارگاه آموزشی که برگزار می کردیم. و به این شکل شد که یواش یواش اون رابطه من با اون فرهنگ های خیلی متفاوت‌تر شروع شد.
ولی در این حال جاهایی که ما میرفتیم اگر خاطراتم رو مرور کنم، مثلا خیلی از مناطقی که توی آفریقای شمالی، بعضیشون توی آفریقای مرکزی وجود داره، کشورهایی هستن که با تفاوت فرهنگی فاحشی که واقعا با مثلا فرهنگ اینجا هست، خودمون هست، ولی خب از اونجایی که دین رایج هم اسلام بود، حالا مثلا در بعضی از این مناطق، خیلی از مؤلفه‌های فرهنگی به نظرم ناشنا نمی اومد. اصلا اون ابتدا مثلا من از معدود دانشجویی هم بودم که خیلی خوب می گرفتم با این وضعیت، خیلی به سرعت، و خب این زبانی که توی بعضی از این کشورهای آفریقایی که ازش استفاده می کردن عربی بود، با دانشی که من تا حالا به نسبت آشنایی با کلمات عربی داشتم و بعدها خب بیشتر یاد گرفتم، خیلی کمک میکرد به فهم بیشتر فرهنگ رایج و احتمالاً اتفاقی در اونجا رخ داد، اونطوری که من در کتاب شما دیدم اتفاقی رخ داد که شما به یه نوعی، به یه نحوی، اولین بارقه ها و اولین جرقه هایی که در حوزه زیست جنسی باید شما رو فعال میکرد اونجا رخ داد، درست میگم یا اشتباه میکنم؟ خیر، اگر اشاره به موضوع آشنایی من با موضوع ختنه زنان هست، FGM هست، این اگرچه در آفریقا اتفاق افتاد، ولی خب من با این موضوع آشنا بودم. خب شما آخه در تقریبا اواخر دوران دبیرستان از ایران رفته بودید، تو اون بازه‌ای که ترک تحصیل کرده بودید، مطالعه داشتید، یا دوران کودکی شما راجع به این موضوع چیزی شنیده بودید؟ و البته موقعی که من رفتم حالا سنم بیشتر بود و خب هم درک و فهم بیشتری از موضوعاتی که اتفاق می افتاد داشتم. بله، من شنیده بودم در خاطرات کودکی و در خاطرات تقریبا میشه گفت اوایل جوانی و نوجوانی، بله داشتم این رو. برای همین عرض میکنم من موقعی که آشنا شدم، به قولی میشه گفت، با موضوع ختنه زنان و کاری که بعضی از سازمانهای بین المللی، مخصوصا یونیسف که بخش کودکان سازمان ملل هست، روی FGM یا ختنه زنان در آفریقا انجام میدادن، شاهد یه سری از پروژه هایی بودم که معمولا توی جوامع روستایی میرفتن آموزش میدادن و مضرات این عمل رو روی بچه ها و روی زنان به قولی در قالب کارگاه های آموزشی اونجا برگزار میشد. حال در این برنامه هایی که اتفاق می افتاد و توی کشورهایی از قبیل سومالی، سودان، بوگینافاسو خیلی عمومیت داشت و در مصر، من مدتی مصر بودم و اینها رو به وضوح می دیدم که این اکیپ های خیلی به قولی میشه گفت سازمانی یافته شده از بخش یونیسف سازمان ملل، آکسفام، سازمانایی که روی بحث بهداشت کودکان کار میکردن، برگرفته از تجارب و کمکی که از لحاظ نیروی انسانی از خود همون جوامع میگرفتن تو اونجا کار میکردن. هیته کار من اصلا کاملا متفاوت بود، آموزش و پرورش بود بیشتر، ولی خب آشنا شدم و موقعی که این رو من دیدم به ناگاه به یاد بودم که مثلا ما دورانی که داشتم بزرگ می شدم در کردستانات، ما موضوع اینجا شنیده بودید؟ شنیده بودم، به قولی میشه گفت حتی شوخی های جوک های تلخی رو در مورد این شنیده بودم که زنان ما اینجوری، زنان آن دیگری اونجوری. خیلی جالبه، ختنه زنان در ایران، در کردستان ایران، و ختنه زنان در بوگینافاسو. چرا دقیقا شما میبینید یه این عمل اینجا وجود داره، اونجا هم وجود داره. بعد حالا بعدها که بیشتر در موردش فهمیدم و مطالعه کردم، من فکر میکردم که خب این موضوعی از اصلا فرا از بحث قومیت ها ارتباط خاصی به دین داره،
که اگرچه داره و با یک دیدگاه دینی توجیه میشه شدیداً، ولی خب من این رو در جوامعی هم دیدم که اصلا متعلق به دین رایج اینجا که دین اسلام باشه نبودن. یعنی مثلا شما مسیحی دارید، گروه های مسیحی رو در آفریقا دارید، گروه های یهودی رو دارید و دین های سازمانی یافته نشده رو دارید، دین های بومی رو دارید که ختنه زنان رو انجام میدن. و خب این واقعا میشه گفت ریشه تمدنی داره این مقدار، یعنی بخوایم به عنوان بستر بهش نگاه بکنیم. ببینید من فکر کنم که ختنه زنان متاسفانه موضوعی که در مورد ختنه هست اینه که مطالعات مکتوب چندانی در موردش نیست، مثل خیلی از بله. علوم پایه طبی که مثلا علوم کهنی که وجود داشته، مثلا به بیماری ها، به مسائل مختلفی که توی طب سنتی وجود داشته اشاره شده، در مورد ختنه به این شکل نیست. یکی از معدود مدارک مستند که میتونید پیدا کنید در مورد ختنه، که میتونید ارتباطش بدید با عمری که داشته در مدنیت های مختلف، مال دوران فراعنه مصر. یعنی یه سری از جسد های مومیایی شده ای که اکسری شدن و تصویر برداری با اشعه ایکس شدن، نشون میده که زنانی که معمولا هم زنان فرمان روایی بودند یا همسران پادشاهان بودند، هم ختنه شدند. این نشون میده تقریبا میشه گفت که این فرا از منطقه جغرافیایی دین انجام شده به دلایل مختلف. حال دیدگاه ها مختلف هست. دیدگاه رایج امروزه به این شکله که خب این ختنه زنان باعث بر کاهش ملی جنسی دختران و زنان میشه، که قطعا این به شیوه علمی اثبات شده. آیا این به همین دلیل انجام میشده؟ یک بحثی هست. و آیا به عنوان یک سنت رایج طبی هم شاید، و برخی حتی اعتقاد دارن که ممکن این با این تفکر اولی اینجوری بوده که ختنه زنان باعث بر افزایش میل جنسیشون میشه، بعد این رو شما در ادیان توحیدی، در ادیان سازمانی یافته شده میبینید که عمل ختنه داره توجیه میشه. مثلا شما اگر این رو ارتباط بدید با دین اسلام، ارتباط مستقیم با دین اسلام واقعا نداره، چون ختنه از قبل در قبل از شروع اسلام در اون منطقه وجود داشته و احادیث درجه دو و سه هم از پیامبر و دیگران نقل میشه که دال بر این داره این رو اثبات میکنه که ختنه در بلاد مثلا مکه و مدینه رایج بوده و ایشون یا دین اسلام اومده این رو اتفاقا تعدیل کرده، که دوباره نظرات متفاوت هست در این خصوص. پس ما به این نتیجه میرسیم که عمل ختنه چه برای مرد و چه برای زن، میبینید که خیلی به قولی میشه گفت ارتباط خاصی با یک فرهنگ خاص یا با یک دین خاصی نداره. من این رو در آفریقا به این شکل مشاهده کردم، اگرچه نوع برش، عمق برش و نوع تفکری که به عمل ختنه زنان در آفریقا میشه بله. خیلی متفاوت است. بله، چند نوع ظاهرا 4 نوع عمل ختنه زنان رو شما در کتابتون برشمردید که هر نوع به شیوه‌ای انجام میشه و خب پیامدهای متفاوتی هم داره. من در این 4 استانی که من این پژوهش رو انجام دادم، منطقه کردنشین آذربایجان غربی، استان کردستان، کرمانشاه و استان هرمزگان، مثلا مناطق جنوبی استان هرمزگان، شما ببینید از لحاظ انجام عمل، عمق برش، نوع نگاه و دیدگاهی که از لحاظ اعتقادی و ایدئولوژیک به موضوع ختنه زنان میشه مثلا در ایران به نسبت آفریقا خیلی متفاوت هست. سطح و عمق برش رو اگر شما در نظر بگیرید خیلی کمتر هست، شاید این رو در درجه یک در تایپ یک داریم که خوشبختانه خب مزراتش هم کمتر هست. حال اینکه شما در بعضی از مناطق میبینید که در همین 4 استان یا در یافته های پژوهشی بنده به این شکل است، باشه که بیشتر به جا آوردن سنت هست در اثر فشارهای اجتماعی که وجود داره، فشاری که از طرف خانواده ها بر هم دیگر. دیدم تو کتابتون یه جای اشاره کرده بودید که
ختنه دختران به عنوان پاکی اونها یاد میشه و در بعضی مناطق که حالا یادم نیست داخل ایران بود یا خارج ایران دخترانی که ختنه کردن خواستگاران بیشتری دارن. در خصوص ایران موضوعی که خیلی عمومیت داره مخصوصا توی مناطقی که ختنه درش انجام میشه که بیشترشون سنی نشین فرقه شافعی هستن، در هر چهار استان. البته ما تو همین استان هم در همجواری اهل تسنن که این امر رو روی دخترانشون انجام میدن یا میدادند جوامعی مثل اهل تشیع هم داریم که پا به پای اینها در تعداد خیلی کمتر امر رو انجام میدن. بله، مثلا در استان کرمانشاه، مثلا در استان هرمزگان، ولی خیلی عمومیت نداره. حال شما میبینید که در این چهار تا استان جدا از یافته‌های پژوهشی بنده، چون من در خلال کاریم که داشتم انجام میدادم تهیه کردم یک فیلم مردم شناسی رو، مرتب به این اشاره میشه که اگر دختری ختنه بشه، دختری ختنه نشه، حتی نمیشه از دستش آب خورد، یعنی اون آب حتی ممکنه حلال نباشه. و این نشون از این میده که این بحث حلالیت یا بحث این که پاکیزگی و تطهیری که ختنه برای دختر میاره کاملا یک بحث اعتقادی هست و این رو در جامعه دیگه هم شما شاهد هستید. ولی اینکه آیا اینا خواستگاران بیشتری دارن، خیر، اینجا خیلی صدق نمی کنه، ولی در برخی از جامعه آفریقایی که شاهد بودم دختر ختنه شده خب از مقبولیت بیشتری برخوردار هست، یعنی اینکه اون عرف رایج، اون فرهنگ رایج رو به قولی میشه گفت انجام داده، این سلسله مراتب رو طی کرده و خودی هست. در حالی که شما نزدیک به همین موضوع رو در مثلا هرمزگان من شاهد بودم که دخترانی که حالا مثلا خانوادهشون یا پدرشون کارگر بود، مهاجر بود، جای دیگری، حالا مثلا متولد شده بود بعد به منطقه برمیگشتن یا کشورهای عربی خلیج فارس میرفتن، موقعی که برمیگشتن به روستاشون توی هرمزگان، تعدادی از اینها رو من توی مصاحبه‌ام داشتم که از اونجایی که ختنه نشده بودن، چون اونجا ختنه رایج نبوده در اون شهری که بودن یا جایی که مهاجرت کردن، بعد این رو به کلاس‌های قرآنی راه نمیدادن، یعنی معلم میفهمید که خب این خانواده بیرون از این منطقه زندگی کرده و اولین چیزی که به شک میکردن که آیا دخترت ختنه شده یا نه. یعنی دخترانی رو ما میدیم که در سنین بالا مجبور به ختنه شدن میشدن یا در حین ازدواج، ولی خب اینا استثناءاتی بوده که وجود داشته. در کل اگر شما به موضوع ختنه اگر نگاه کنید، از اونجایی که تحقیقی که بنده انجام دادم شروعش کردم به تقریبا 10-12 سال قبل برمیگرده، طی این مدت خب تغییر و تحولات زیادی هم توی بستر جامعه اجتماعی اتفاق افتاده و همین که این تغییری که در سیستم روستایی، چون بیشتر ختنه متعلق به جامعه روستایی هست تا به جامعه شهری، این مهاجرت هایی که متاسفانه خیلی شدت گرفته در سالهای اخیر، حداقل کمک کرده به قولی میشه گفت پایین آوردن در نرخ ختنه زنان یا ختانهایی که بهشون دایه یا بیبی گفته میشه، پیر زنانی هستن که گاه این رو برای امرار معاش، گاه برای اعتقادات شخصی خودشون انجام میدن، موقعی که سنشون خیلی بالا میره و به مرگ طبیعی میمیرن، کسی نیست که اونها رو سمت اونها، شغل اونها رو، مثلا نسل جوان رغبت چندانی به جاگزین کردن اونها ندارن. این باعث برای این میشه که این خب در یک نگاه کلی میبینید که درصد انجام این عمل در سال‌های اخیر خیلی پایین اومده. حالا اضافه کنیم به دلایل افت نرخ و درصد ختنه زنان در ایران، این هم میتونیم اضافه کنیم این روشنگری‌هایی که توی سالیان اخیر اتفاق افتاده. بله. مطالعات معدودی که انجام شده و متأسفانه با وجود بیمیلی که سیستم، نظام آموزشی و نظام بهداشتی کشور به موضوع ختنه داشته، ولی با این وجود ما نسل جوان ما در این مناطق می‌بینیم که از آگاهی، مخصوصا دختران جوان،
و مثلا زنانی که در اون منطقه به قولی میشه گفت ختنه خیز دسترسی دارن، آگاهی دارن به اینترنت، به قولی میشه گفت معلوماتی که میتونن به راحتی پیدا کنن در مورد مضرات و آسیبایی که ختنه برای دخترانشون به بار میاره یا برای خودشون به بار آورده. و خب همه این عوامل دست به دست همین دیگه درصد نرخ ختنه زنان پایین میاد، به اضافه تغییر نگرشی که نسل جوان در کل نسبت به سننهای قدیمی داره. خب نسل جوانی که قاعدتا به دانشگاه میره، به شهرستانهای بزرگتر میره و به جای دیگه میره، خب قاعدتا این دسترسی آزادش هم متفاوت میشه. یه سوالی اینجا پیش میاد، این که شما خب علل مختلف برشمردید دیگه، هم علل اقتصادی، هم علل فرهنگی، هم علل آیینی و هم علل مذهبی یا توجیهات مذهبی که برای این عمل آورده میشه. اما به عنوان یک دانش آموخته حوزه علوم اجتماعی توقع من این استش که در کنار این دلایل که خب واقعی است دیگه، شما یه تحلیل فرادستی هم ارائه بدید از اینکه در پس این رفتار چه انگاره‌ای نهفته هستش. ختنه زنان عملی هست که در مدنیت‌های مختلف و مثل اینکه با دیدگاه‌های مختلفی انجام شده. برخی از این دیدگاه‌ها میتونست در زمان خودش بهداشتی یا طبی باشه، حتی برای افزایش میل جنسی زن، یعنی سرعت بخشیدن به میل جنسی زن. در جا ببخشید همینجا، اما تحقیقات علمی نشون میده که اتفاقا کاهش میل جنسی رو به همراه داره. دقیقا. و شما بعد میبینید که نشانه هایی از نوعی تفکر مرد سالارانه در پس انجام این عمل هم مشاهده میشه که بیشتر متخصصین این حوزه اعتقاد دارن که این دلیل اصلیش میتونه باشه. یعنی اینکه در جوامعی که ختنه زنان انجام شده، اطباء و عالمینی که این نسخه رو تجویز کردن و توجیهش کردن با دینهای رایجی که وجود داشته آن زمان، بر علم بر این که ختنه زنان در هر سطحی که انجام بشه اختلالات جدی رو در حسگیرها و سنسورهای اندام تناسلی زنان ایجاد بکنه و این باعث بر کاهش میل جنسیشون میشه، یعنی باعث بر کنترل شدن و رام شدنشون در یک برهه زمانی که بلوغ جنسیشون هست، اوایل جوانی و دوران نوجوانیشون. چرا من فکر میکنم که این دلیل ممکنه پررنگتر این موضوع باشه؟ چون برگرفته از یافته های میدانی خودم هم به این نتیجه رسیدم. مثلا من مصاحبه های زیادی رو داشتم که افراد بعد از مدتی صحبت و به قولی میشه گفت جستجو در میان تفکرات و عقایدشون به نسبت ختنه زنان، و بعضی از اینها افرادی بودن که رهبران اجتماعی بودن، رهبران دینی محلی اون مناطق بودن، یا پیرزنانی بودن که خودشون ختان بودن یا سنشون بالا بود، اذعان میکردن و در جلوی دوربین صحبت میکردن که این عمل باعث بر کنترل جامعه میشه. یعنی اگر دختری ختنه شده، خب سر به راه‌تر هست، سر به زیرتر هست، و خدا رو شکر جامعه ما رو می‌بینی که چقدر پاکتر از جامعه کنار دستی ماست. این تعداد به قولی میشه گفت رفرنس‌ها و نقل قول‌ها اینقدر زیاد بود که من واقعا به این نتیجه ضمنی رسیدم که افرادی که زینف و زینفوس هستن در این جوامع و دانش کافی رو دارن، مثل علمایی که محلی در سطح محلی یا افرادی که
به قولی میشه گفت در چه که عرض کردم این تجربیات انجام این عمل رو دارند یا کمی شاید عمیق‌تر و پیچیده‌تر به مسئله نگاه میکنن، مثل اینکه به خوبی میدونستن که خطه زنان، همچنان که علم مدرن هم این رو اثبات کرده، دقیقا باعث بر کاهش میلی جنسی زنان میشه. البته تعداد کثیری از افرادی هم هستن که واقعا بدون هیچ دانش و آگاهی این رو انجام میدن، صرفا به عنوان یک رفتار سنتی که خب خیلی ها بودن ما ازش سوال میکردیم که چرا انجامش میدید، دلیلی براش نداشت، میگم واقعا نمیدونم چون همه دارن انجامش میدن منم انجامش میدم، یا چرا انجامش میدید، خب میگفت چون یک موضوع اسلامی هست. آخه کتابتون شما آوردید که اینها بدون اینکه بیهوش بشن، اکثرا اصلا من موردی رو که بیهوش بشه یا مثلا به یه نحوی کاهش دردی مسکنی مثلا قبلش حتی مثلا بی‌حسی موضعی داشته باشن، و بعد تو فیلم شما هم تقریبا اون چیزی که من یادمه، چون چند سال پیش فیلم شما رو دیدم، این که به صورت کاملا ناگهانی یه دفعه مثلا یه دختر رو نزدیکترین افرادش یه دفعه مثلا خوابوندن روی زمین، نشستن روی سینه‌اش و مثلا این اتفاق افتاده و اصلا این نفهمیده چی داره چی کار میکنید با من. میخوام بگم فارغ از اون مسائل جسمیش یا اینکه حالا کنترل رفتار تو دوران نوجوانی و اینکه حالا یا کاهش میل جنسی یا افزایش میل جنسی، این یه صدمه بسیار جدی روحی و روانیه که شما با این عمل میای به یک بخشی از جامعه خود تزریق میکنی، اون هم یک موجود بسیار لطیفی مثل دختران و زن. خب ببینید عوارض روانی و عوارض بعد از انجام عمل، یعنی اون پست تروماتیک استرسی که وجود داره واقعا خیلی جدی هست، یعنی اون فلش بک هایی که شما بعدا که بزرگ میشید برگرفته دوباره از مصاحبه ها و تجربیات میدانی که داشتیم همیشه همراه این دختران متاسفانه میمونه. ببین در کل اگر نگاه کنید به ختنه، چه ختنه پسر چه ختنه دختر، شما میبینید که انجام عمل ختنه حتی برای پسران، حالا این یکی دو دهه اخیر رو شامل نمیشه که علم پزشکی خیلی سازمان یافته تر شده به نسبت ختنه پسران که در مطب ها انجام میشه، به قولی میشه گفت این بی‌حسی موضعی انجام میشه و تمام این مسئله. برای پسر موقعی که ختنه اتفاق میفته، حالا با بی‌حسی یا بدون بی‌حسی، و در مورد من بدون بی‌حسی بود، مثل خیلی های دیگه ای که تو اون به قولی میشه گفت دهه یا برهه زمانی ختنه شدن، این تجربیات رو داشتن، ولی عملی از پسندیده براش ختنه سوران میگیرن، یک نوع به قولی میشه گفت انتقال، حتی اگه در سن بالاتر انجام بشه، انتقال از دوران بچگی به جوانی یا به نوجوانی هست و خب باعث افتخار خیلی از خانواده هست. مثلا در جاهای مثل ترکیه و اندونزی عکسای یادگاری با جشن میگیرن، سور میدن، کلاه سلاطین عثمانی سرشون میذارن و از این دستور و ساعت‌های محلی براش میدن. در مورد دختران چی؟ در مورد دختران کاملا متفاوته. در مورد دختران هر آنچه که به حیات زیستی دختر مخصوصا توی جامعه از این دست شما میخواید ورود پیدا کنید، بس کاملا محتاطانه، مخفیانه و در پس پرده باشه. معمولا ختان‌ها که به روستاها میرن، اگه از خود اون روستا نباشه، اینا رو فله‌ای میارن جمع میکنن، بعد به قولی میشه گفت فریبشون میدن با شکلاتی چیزی، بعد اینا رو جمع میکنن توی یه خونه و به شکل فله اینها رو ختنه میکنن. عمل ختنه عمل خیلی سریعی هست و خیلی بهداشتی نیست، با تیغ ریشتراشی مردانه معمولا انجام میشه بدون مواد ضد عفونی کننده، اگرچه توی سالهای اخیر من اواخر این پژوهش متوجه شدم که بعضی از ختان‌ها حالا یه پیشرفت نسبی داشتن یا حتی بی‌حسی‌های موضعی، ولی خیلی کم پیش بیاد، معمولا بدون هیچ کدوم از اینا انجام میشه و اون شوکی که به بچه وارد میکنه و اونایی که ختنه شده از پسر و دختر این رو به خوبی میدونن که چقدر میتونه این دردناک باشه و چقدر خاطر تلخی است که شما مرتب این رو به یاد میارید، چون چقدر تا سنتون بالاتر باشه اون خاطره بیشتر و عمیق‌تر حک شده و خب قاعدتا این برای مخصوصا برای دختران تاثیر حتی شاید بذاره توی
زیست و تجربه جنسیشون بعدها که ازدواج میکنن یا وارد رابطه جنسی میشن و اون ترس و به قولی میشه گفت شوکی که در زمان انجام اون عمل خطه بهش وارد شده همراهش میمونه. جدا از این چیزی که برای دختر هست و متفاوت هست اینه که ما کیسا و نمونای متعددی از خانمایی رو داریم که در دوران بچگی خطره در موردش رو انجام شده، بعد که بزرگتر شدن در مورد مضراتش فهمیدن و خب این قطعا تأثیر گذاشته روی سرد مزاجیشون در زندگی جنسی، روی کاهش میل جنسیشون، تأثیر گذاشته حتی توی اختلافات زناشویی که منجر هست و باعث و بارش رابطه جنسی یا سرد شدن میل جنسی مخصوص زنان هست و گله و اعتراضی که مردان دارن، درصد خیانت، حتی ممکنه به طلاق بیانجامه و مواردی از این دست. یعنی اگر شما نگاه میکنید به صرف انجام عمل ختنه زنان نیست، این پیامدهایی که در سالیان بعد از اون برای اون زن اتفاق میفته و باش باز زندگی کنه. درسته. اگر فکر میکنید برای جمع‌بندی در این قسمت در حوزه ختنه زنان یا بیوگرافی خودتون و حالا این اوپنینگ خوبی هم که اتفاق افتاد، هم از مقوله کردستان و کودکی شما و آشنایی شما در کردستان و با مقوله ختنه زنان و بعد دوباره مثلا ریپلای شدنش، تکرار شدنش در آفریقا و مصر، اگر فکر میکنید برای جمع‌بندی نکاتی دارید بفرمایید، من اینجا یه یادآوری بکنم برای بینندگان محترم که این اولین بخش و اولین قسمت از گفتگوی با شماست، گفتگوی سگانه‌ای که با سه موضوع مجزا در حوزه زیست جنسی خدمت شما هستیم. ببینید، سوال اولی شما در ابتدای مصاحبه این بود که خب کامل چرا وارد این حوزه شدی؟ و ما بیش از سنگینی بحث رو گذاشتیم روی این که با ختنه زنان شروع شد. در حقیقت حالا جدا از تجربیات زندگی که من براتون تعریف کردم، دورانی که من دانشگاه بودم و علل خصوص حالا مثل یک دانشجوی جوان این به مسائل و مضرات اجتماعی معمولا در این دوران دانشجوی هممون حساس‌تر هستیم، من به حیات مهاجرینی که در خارج از ایران زندگی میکردم خیلی برام به قولی میشه گفت مورد علاقم بود، بهش علاقه پیدا کردم از دو منظر. یکی اینکه خب خودم مهاجر بودم به خاطر طرحهای یا کارهای نیمه وقتی که انجام میدادم و حوزه تحصیلم هم مردم شناسی بود، معمولا یک سر کارهام ارتباط پیدا میکرد با کیس و پرونده های دادگاه ها، پلیس، اختلافات زناشویی، کارهای ترجمه‌ای و خب یواش یواش به شکلی وارد به نوعی مددکاری وارد زندگی مهاجرین شدم. مهاجرینی که حالا زبانشون رو بلد بودم، افغانستانی، کرد، ترک، عرب، فارس و اینا، خب قومیت های مختلفی توی کشورهای مختلفی بودن. یواش یواش من به اونجایی رسیدم که این حیات مهاجرینی که اونجا زندگی میکنم پر از مشکلاتی هست که بخش زیادیشون عدم تطبیق فوری و آنی که انتظار میره یا سیستم ازشون انتظار میخواد به قولی اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. در این فرایند اختلافات زناشویی متعددی رو شما شاهد هستید که به طلاق می انجامه در خب. یعنی تقریبا میشه گفت شما از مسئله و پدیده مهاجرین دارید آرام آرام شیفت میکنید به مسئله زیست جنسی مهاجرین. ببینید، مثلا یه چند تا موضوعی که من باشون درگیر بودم مثلا قبل از اینکه واقعا بحث ختنه زنان و این موارد اتفاق بیفته، روی قتل‌های ناموسی بود. کجا؟ در انگلیس، در سوئد، در فرانسه. چند تا کیس خیلی های پروفایلی که اتفاق افتاد مال مهاجرین مسلمانی بود که متعلق به این جامعه‌ای که عرض کردم
که حالا به خاطر نوع حساسیت، نوع نگاهی که وجود داشت و آزادی‌های فرهنگی که و حمایت قانونی که از حقوق شخصی و فردی داره انجام میشه، تمام اینها دست به دست هم میداد که یه سری از این کیسا اتفاق بیفته. و این کیسا کیسای استثنایی برای این جامعه نیستن، اتفاقا اینجا خیلی بیشتر اتفاق میفته، ولی هرگز این به قولی میشه گفت گستره رسانه‌ای و پوشش رو ما در موردش نمیبینیم، ولی اونجا با یک نگاه دیگری خیلی به قولی میشه گفت فراتر از موضوع اختلاف خانوادگی بهش نگاه میشه. بعد یه شیطنتایی هم در موردش هست دیگه، حالا شما از یک دینی هستید که رایج نیست اونجا، بعد فرهنگی که دست به ناموسی هم زدی. دقیقا ببینید توی اون چارچوب مطبوعاتیش که میره خیلی از این به قولی میشه گفت نظرهای جمعی و گروهی بعد به بحث و تبادل نظر گذاشته میشه و گروه مهاجرین فرهنگشون عقبشون و تمام اینها زیر سوال میره. من یکی دو تا از این کیس ها رو که باهاشون درگیر بودم به نسبت کارم، واقعا فکر کنم اونجا بود که یه سری از این علاقه‌ای که پیدا کردم به حوزه خانواده، به حوزه جنسیت، شاید از اونجا در اومد. مثلا از کیسایی مثل بناز محمود توی انگلستان که کیس جهانی شد، از یکی دو تا کیسی که در مثلا در خود عراق در میان کردهای یزیدی اتفاق افتاد که با دختر یزیدی با پسری مسلمان فرار کرده بود بعد به قتل رسید، یکی دو تا مثلا موضوع پرونده از این دست رو مثلا در پاکستان داشتیم، حتی جامعه غیر اسلامی در سریلانکا داشتیم که در انگلیس بودن. و یواش یواش من کشیده شدم به این سمت و سو و احساس کردم که واقعا جای کار زیاد داره. بعد من چیز در حدود 4.5 سال در ترکیه روی یک پروژه کتابی که خیلی خاص در مورد مردم شناسی اون منطقه بود، فرهنگ و آداب و سنن و جهانگردی اون منطقه بود، با موارد جالبتری هم حتی اونجا به قولیش مواجه شدم که به نسبت قرابت فرهنگی که با ایران داره دوباره من رو بیشتر به این سمت و سوی به قولی میشه گفت این موضوع آورد. و تمام اینها رو اگر شما در کنار همدیگر بگذارید و به نسبت این که خب حوزه تحصیلاتی من مرتبط میتونست باشه در مردم شناسی با وجود این که شاخه های خیلی متفاوتی رو شما میتونید انتخاب کنید، یواشش وارد این به قولی میشه گفت پژوهش های از این دست شدم. و ختنه زنان در ایران به خاطر اینکه واقعا شناخته شده نبود، کار زیاد جدی در موردش انجام نشده بود، یکی اینکه خیلی طول کشید چون محدودیت خیلی خاص به خودش رو داشت، حساسیت خیلی خاصی رو داشت و در زمانی هم انجام شد که مسئولین که میتونستن واقعا راه گشا باشن و کمک کنن به روند و تحصیل این پژوهش، نه تنها این کار رو نکردن، حتی به شدت هم انکار این موضوع در دستور کار بود. به خاطر این محدودیت و سختی هایی که این پروژه به بار آورد و بعد برای شما خواهم گفت که چی شد که این به حالت زنجیروار وارد مسائل دیگر شد که شما پژوهش کردید که خودم معمول هست در این حرفه های مردم شناسی یا پژوهش های علوم انسانی، شما میدونید وارد یه موضوع میشید برای به موضوع دیگه رو کشف میکنید و همینجور زنجیروار و دایروار میچرخه. ولی در کل من فکر کنم اون علاقه از اینجا شروع شد و مثل این قدیمی رو میگن دیگه، واقعا بعضی از چیزا واقعی که میری توش دیگه نمیفی ازش در بیا، همینجوری به قولی میشه گفت زنجیروار ادامه پیدا کرد تا به اینجا رسیده. مثلا خیلی از موضوعاتی که بعدها من در ایران روشون کار کردم خیلی نامانوس نبودن با زندگی که به قولی میشه گفت با خانواده که من درش بزرگ شدم، خانواده به معنای کلیش، خانواده شهری، خانواده روستایی، حتی در خانواده خودم موضوع ختنه زنان حتی به نزدیکی در درون خانواده من تونستم پیداش کنم. ازدواج کودکان نمونه و مستاقش خیلی بارز بود، من جمله مادر خودم و مسئله از این دست شد. و اینها واقعا جدا از این که ممکنه یه قدرت خاص تحلیلی رو به شما بده یا علاقه شما رو نسبت به موضوع چیز کنه، یه محدودیت هایی رو براتون داره، ممکنه اون نگاهتون جانبدارانه باشه، ممکنه اون اخلاقیات پژوهش رو زیر سوال قرار بده و اینها یه چیز دولبه است که شما بایستی واقعا
هم روش نظارت و هم روش کنترل داشته شه. سپاسگزاریم جناب آقای کامل احمدی، بسیار گفتگو خوبی با شما داشتیم. انشالله دو قسمت دیگه رو هم بینندگان مخاطب باشن. متشکرم.